صحبت‌های جنجالی و حمله شدید و بدون ترس ابوالفضل پورعرب به مسئولین ارشد نظام. با ما همراه باشید این صحبت‌های جنجالی رو که ابوالفضل پورعرب به سیم آخر زده و گفته رو با هم می‌بینیم و می‌شنویم. سلام سلام، چطوری رفقا؟ به کانال خودتون، کانال میم تیوی، خیلی خیلی خوش اومدید. خب ابوالفضل پورعرب اخیراً یه مصاحبه جنجالی رو انجام داد و توی اون حمله تندی رو به مسئولین ارشد نظام و حکومت انجام داد. اون گفتش که شرایط اقتصادی مردم خیلی بد شده، مردم حتی پول ندارن مرغ برای بچه‌شون بگیرن. اینکه یه جمعیت زیادی از مردم به جای اینکه برن مرغ بخرن میرن پای مرغ یا گردن مرغ میخرن که ارزون تره، یه فاجعه است برای مملکت. اون مسئول مملکتی که این وضع رو میبینه و کاری نمیکنه باید بره بمیره. اون صحبت‌های عجیب و بی‌سابقه‌ای هم در مورد دوران شاه انجام داد و گفت اون موقع اصلا تورم وجود نداشت. هویدا 13 سال قیمت‌ها رو یکسان نگه داشته بود، ولی تهش خلخالی اومد و اون رو اعدام کرد و اصلا ازش نپرسید که تو چجوری تونستی این کار رو انجام بدی. همین شد که وضع مملکت به اینجا رسید و مردم از فقر دارن می‌میرن. مسئولین نظام کار رو به جایی کشوندن که ماهایی که رفتیم انقلاب کردیم و مرگ بر شاه گفتیم، الانم میخواییم بریزیم توی خیابون و اعتراضمون رو به همین حکومتی که خودمون آوردیم سر کار داشته باشیم. اعتراضمونم به همه چیه، فقط وضع اقتصادی نیستش. بریم با هم این صحبت‌های جنجالی و شجاعانه رو از ابوالفضل پورعرب ببینیم و بشنویم. حال مردم خوب نیست. وقتی که شما حساب کنید یه آدمی جای مرغ پای مرغ میخره برای بچهش، یا مثلا گردن مرغ میخره برای بچهش، بعد مرد واقعا باید مرد. بعد اون مدیر مملکت گفت برو بمیر. تا کی آخه؟ خب یک از این نخست‌وزیرا گفت من کبریت رو سالها 13 سال فلان کردم، خرخالی کشتش. نپرسید چطوری تونست موفق بشه آقای مدیر. خب خودکاری میکنن، سالها نگرشن به اینقدر قیمت، خب کشتنش. نپرسن آقا تو چطوری این کاری که این هنر انجام دادی؟ چون حسین قلی خانی بود دیگه، ها؟ و متاسفانه توی این اتفاقات مثل ونزوئلا همجی میان یک شبه میگیرن و خیلی به هم میسوزن. متاسفانه کشور ما از اون دولت مردم رو بگیر که خوب نماز بخونن، میشن مثلا آقای بانک امده میره یکی امده پای مرغ میخرد، دیروز مرغ میخرد پای مرغ میخرد برای بچه‌ش میبره. بعد مرد نه کاری نه به ریاست جمهوری دارم نه به مخصوصه به ایچ کار ندارم. میگم صاحب مملکت باید بفهمه این رو، باید مرد. حقوق بشر چیزهاییست که نمیشه کتمان کرد. هر چقدر ما حقوقت رو ندیده بگیرن یه جا میترکه. بعد از اون روز ترسید که ماها که خودمون تو خیام رفتیم گفتیم مرگ بر شاه، حالا بگه آقا ما اعتراض داریم به چی؟ به همه چی. آخه چرا باید ماشین چینی سوار شم؟ آخه به چه مناسبت آقا با چی قرارداد می‌بندید شما؟ چرا باید دقیقا گدا باشیم؟ می‌دونی چی میگم؟ همه این بچ جوانم درگیرن، میاد جلو میخنده آقا پورعرب چطوری شما؟ خب توش داغونه، دلش نمیخواد چیزا ببینه. یه موزیک میخوای گوش کنی اجازه نمیدن که اون ولومی که دلت بخواد گوش کنی. همه که دارن سرشون حال خودشونه. ما نمیاد بودیم این کارا رو بکنیم که ما اومده بودیم بشیم برتر. خب دوستان، نظرتون راجع به این صحبت‌های جنجالی که ابوالفضل پورعرب انجام داده چیه؟ به نظرتون آیا برای انجام این صحبت‌ها ممکنه اتفاقی براش بیفته، یا بازداشتش بکنن، یا با ممنوع کاری و ممنوع تصویری همراه باشه؟ حتما نظراتتون رو راجع به این صحبت‌های جنجالی برامون تو بخش کامنت‌ها بنویسید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا کنید.